بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی آریانا و سلام براتون، کسایی که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون همیشه گزارش های ما را چی میکنین؟ تعقیب میکنین. انشاءالله در هر گوشه از دنیا که زندگی میکنین هم یک زندگی خوش آرام داشته باشین، با خانواده هایتان هم تو خوش آرام زندگی بکنین. عمر کوتاست، ولی چقدر خوب است که ما با محبت و صمیمیت زندگی بکنیم. اگر محبت صمیمیت هم نکنیم میگذره، اما خوبتر و بهترش همی است که با محبت و صمیمیت زندگی بکنیم. از ثانیه ثانیه زندگی استفاده کرده با یکی دیگه خود محبت داشته باشیم. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. شاید در اول دیدین که در یک انگر بسیار تو کلان آمدیم امروز با یکی از فابریکه های تولیدی که بسیار یعنی واقعا پاک، ستره، بسیار معیاری کارمنداشون کار میکنن و یک نوع چی میگن؟ گندمک بگویم، پاپرک بگویم، یک چیزه که بسیار مزدار میسازن. شاید یکان وقت در دوکان ها که یکان تولید وطنی ما را یکان پاپرک یکان چیزها را که میخرین، باز یکان تا مثلا باور نمیکنه که مثلا در داخل از چی است. و این پاپرک بسیار گپا داره، این پاپرک یا گندم شیرینک یا گندم شیرین بگویم اصلی که ما هم نام آمیانش بر شما گفتم، شیرین گندمک اصلی صحیح بود نه؟ خب امو گندمک شکل پاپرک داره. حال ما خیلی یکان وقت به مشتکا که در خانه پیسه میتیم که روان که از دوکانا بیار، باز میگن که برو یکان پاپرک و چپسک بیار، هم تو میگن نه؟ با او خاطر بیاییم که ما شما امروز از این فابریکه تولیدی دیدن بکنیم. گپا بسیار زیاد است که کارا در فابریکا وضعیت خوب نیست، کارمندا کم شده، معاش کم شده، اما بیایم که از این فابریکه دیدن بکنیم. اما قسمی که بیشتر هم گفتم بسیار معیاری پاک کار میکنن در اینجا. یک چیز دیگه نگفتن، نمانه که ماسک مرا داده بودن، خب من یک رقمک دلم تنگی گرفت پس کشیدیمش دیگه. بیایم که بریم. صحت شما خوب است؟ بخیر است انشاءالله. بخیر هستین؟ شکر خدا شما. سلامت هستین؟ بخیر هستین شکر خدا شما. چی داره؟ قربان تو. سلامت بخیر باشین. ما از که پیشتر مرا دادیم و مقصد نزدیم که مرا محکوم نکنیم. شما معاف هستین، مشکل نداره. مهمان هستین امروز پیش شما. قربان تو. بخیر باشین. سلامت. اگر مشکل نبود باز میتونین ماسک تانا بکشین که مردم ما بشناسن. اگر نه که مشکل بود باز هر لقمه که لازم دیدین. قربان تو. چهره مقبول تانم صحیح ببینه. خوب هستین انشاءالله. چی که مرا شد خودتان میشه. نه مشکل نیست انشاءالله. کرونا رو شکست دادیم. اگر مرا یک چیز شد خب آن کالا خمیر نفر اول هم یک چیزی شد دیگه خمیر. بله خدا معرفی بکن که من خو معلومات دارم که کسایی که بینده گزارش ما هستن اونا بشنستن. من خودم رفیع الله نوری هستم، بخش مدیر توزیع، مدیر کارخانه شرکت صمیم پرهام که البته مربوط خود ما میشه. ای کارخانه ما شرکت صمیم پرهام و برند ما به نام مهربان است. برند مهربان است که ما در سال 1399 یعنی یک سال قبل ما تازه به فعالیت آغاز کردیم. دیگه خواستیم ما یک جنس جدیدی را، یک پکیج جدیدی داخل بازار به هموطنان خود عرضه کنیم که از جنس بسیار خوب گندم طبیعی ما استفاده کنیم که اجازه ندیم گندم وطنی خود ما و شما به خارج از کشور صادر شود. طریقه های خوبی داره، ما از جنس هایی که خود ما دهقان و ما زحمت میکشه کار میکنه از او استفاده بتونیم کنیم. بسیار عالی رفیع جان، بسیار خوش شدم بیادر. سلامت باشی. تشکر. شیرین گندمک اصلی بسیار گپا داره. اصلی میگم اونجا یک نفر در پشت کامرا ای رقم تو لبای خود چی میکنه که یعنی اصلی یعنی اصل نامش که میگیرید یک رقمک میشی. خب اصل طبیعتا بعضی چیزهایی هست در طبیعت که وقتی نامش شنیده میشه دهن آدم پر آب میشه.
میگن که مثل عسل شیرین هستی. مثل عسل شیرین هستی جانا. بخیر باشی. قربانت. بیایم که امروز که رفی جان بریم از ماشینا دیدن بکنیم، از این شیرین گندمک پرسان بکنیم چه رقم جور میشه، از باز خوبیشی که از گندم وطنی خود ما. از کجا بریم، از کجا شروع کنیم، کدام سو بریم، از چی شروع کنیم؟ از سمت شروعی که گندم شروع میشه بسم الله میکنیم امرایتان. یک بریم خیلی نام خدا خوب انگر کلان آمز دیگه. یک سال گفتی حدود یک سال قبل میشه که شما فعالیت شروع کردیم. بله بله، حدود یک سال میشه، سال 1399 ما تولید شروع کردیم دیگه. یک سال به نظرت چی پیش بینی کردی نظر به این وضعیت ها؟ نظر به وضعیت ما عموما کارخانه دارا مشکلاتی که دارن از دولت تقاضامند هستن، اما دیده نمیشه که مشکلات رسیدگی شوه. مشکلاتی هست که در داخل کارخانه های عموما بزرگترین کارخانه های هست داخل کشور استفاده میکنن، از برق استفاده میکنن، امکانات میخواین، اما امکانات خوب نداریم ما داخل کشور دیگه. اگر حرف ما به گوش دولت شنیده میشه، حرف ما برشون رسانیده میشه، میشنون بزرگترهای کشور ما، به اصطلاح عام کلانهای کشور ما، اگر میشنون به مشکلات تجاره اگر گوش بدن، خب بسیار کار نیک میشه، به خاطر که مهمترین بخش یک کشور از لحاظ خودم بگویم که صنعت است. اگر صنعت نباشه کشور هیچگاه پیشرفت نمیکنه. صنعت است که اقتصاد کشور پیشرفت میکنه. چرا ما گندم به خارج از کشور صادر کنیم؟ چرا ما جنسایی که در داخل خود کشور داریم استفاده نکنیم؟ دهقان بیچاره ما گندم بسیار بهای پایین میفروشه به صادر خارج از کشور صادر میکنه. به اون لحاظ نه تنها گندم، دیگه چیزهایی از داخل کشور که باید استفاده خوب صورت بگیره. دقیق دقیق، بخیر باشی. دیگه پایشان رفیق جان گفتن که اگر مشنون، یعنی به این معنا گزارش اقا میبینن، اما اگر بیست که اگر گوش شنوا باشه. بله بله، بخیر باشی. خب بریم خدمت گندم. بله این گندم ناپاک شده است دیگه. بله این گندم ناپاک شده است، گندم سمت بغلان ما شماست. بله سمت بغلان است، بسیار خوب گندم داره، سفید است. اوی گندم که است از خود یک خصوصیت داره، باید سفید باشه، کلاندانه باشه، اوی باشه. للمی بسیار به اصطلاح خرد خرد عام است که برای آرد استفاده میشه. این گندم اکثرا به خارج از کشور صادر میشه، اما ما این گندم بسیار به طریقی خوب استفاده کردیم. سفید است، کلان است، ناپاک است که توسط حلق است او را پاک میکنه. خاکی که داره، همون سبوس یا آشغال که داره، پروسس میشه از اینجا. بسیار یک ماشین کوچک است، پروسس میشه اینجا، بعد پیش میره دیگه. بخیر همین گندم دیدم حتی خوب چاقک چاقک است. بله گندم چاقک چاقک است گفتم آما ما و شما. گندم خود چاقک چاقک است، اما باز برای اطفال گندم در رشدشان بسیار خوب است، نه؟ نمیدرست. بله بله، گندم که از یکی از غلاتی است که بیشترین ویتامین و پروتین در خود موجود داره. بیشترین پروتینی است که در هیچ منبع غذایی من فکر نکنم که قدر پروتین و ویتامین داشته باشه، اما گندم که از بیشترین و مهمترین غله است که ما و شما هر روز از او استفاده میکنیم. در آرد است، در نان است، در دیگه چیزهای هست که ما شما روزمره از او به اصطلاح امو عام میگن در تچ هستیم، در دسترس هستیم امروز. دقیق دقیق باشن، سرکار داریم. بله. رفی جان گندم از کدام ولایت گفتی پیشتر؟ گندم ما خب هر گندم هر ولایت از خود فصل داره. ما عموما در شروع فصل از سمت هلمند گندم میخریم، در وسط فصل از سمت بغلان و قندوز، آخر فصل و وسط فصل ما از بغلان و قندوز گندم میخریم که دهقین هستن که ما امرایشان در ارتباط هستیم. ما امرایشان در ارتباط هستیم که بر ما گندم که وقتی پروسس میشه و زرع میرسه تمام میشه، باز بر ما صفا میکنن، پاک میکنن و شکل داخل بوچی بر ما ارسال میکنن. بله انت فابریکا که باشه، علی گندم چرا بره بیرون از کشور ما؟ خدا اینی جا باشه در یک فابریکا سرش کار کنن، اونا یک شیرین گندمک حداقل جور میکنن یک چهار نفر. این یک فایدهش خوب به دهقان،
که خوب فایده میکنه بیرون از افغانستان نمیره. این یک فایدهش. دیگه فایدهش تا آخر باز برتان میگم. ما و رفی جان میریم. سعی کن چه خوب وسیله ساختن راستی. این چیزا همینجا ساخته شده این ماشینا، این همین ماشین. ماشینری نه جان. امیری صاحب ماشینری خارج از کشور ما درخواست داریم، سفارش دادیم بر ما ماشین ساختن. این خودتان سفارش دادیم. بله. از کدام کشور؟ از کشور به اصطلاح ماشین ساده است، ولی از کشور ترکیه اینا را سفارش دادیم ما که اونا بر ما جور کردن. یک ماشین ساده است که اکثرا فابریکات توجهی ندارن، ولی بسیار خوب نتایج بر ما میده. این دیگه فقط چی میکنم؟ دیگه فقط حلق میکنم و خاک و گرد که شما میبینین از این دور میسازم. پیدا کردم رفی جان، یک دقیقه پیدا کردم. ایلک خو یادتان است. اینجا ایلک میکنه ها؟ بله. اینجا ایلک میکنه، خاک و گرد و سنگ کل چیزایش گوشه میکنه دیگه. بله. دقیق. بیاین کامرای رفی جان بریم دیگه بخیر. به طرف کجا میریم رفی جان؟ به طرف به اصطلاح سورس میریم، منبع. از منبع میره و به طرف پروسس بخیر میره. این منبع است دیگه جان؟ بله منبع است. اینجا سا بالا. بله این سیلو است که گندم پروسس میشه. در سیلو پروسس میشه، پروسس میشه در سیلو. همونطور پایین دیگه حرکت میکنه به سمت پروسس خود. جانو قبل از اینکه اینجا میای کدام جای دیگه هم میره؟ جای دیگه هم میره. تو یک ماشین مخصوص داره که فعلا در اونجا کار جریان داره. که در اونجا از لحاظ ایمنی خوب نیست که ما شما اونجا بریم. بله به خاطر از اینکه بسیار به یک طریقی مخصوصی پخته میشه. سوال من این است که نه مسئله روشن باشه، رفتن ما به اونجا مهم نیست. خوب یک دیگه هست که پروسس میشه توسط بخار. پروسس میشه دیگه، بعد میای به طرف بالا میای بخیر. این منبع است که باز اینجا میای. از اینجا که کجا میره؟ اینا سیستم برق است مکمل. سیستم برق؟ بله سیستم برق است که اینجا کنترل میشد. البته سیستم ما سیستم یک آنالوگ است. پوستگیر جانو این ماشین است که وقتی گندم پروسس میشه، پخته میشه در سیلو میای. از اینجا طبعا گندم میده میشه، بعضشان پوچ میباشن. باز از اون قسمت اینجا پوستگیر میشد. بسیار حلک کلانتر است که گندم خوب از بد جدا میکنه، از گندم زایاد جدا میکنه. دراژه ماشینی است که تم میته. بله اصل میکس میشن باید. خب هم گپای داره که از اینجا راهنمایی میشه. بله از اینجا راهنمایی میشه، مکمل ماشین از اون قسمت راهنمایی میشه. بعد از اینکه در منبع آمد، باز از طریق ماشین دیگه همونطور استپ با استپ میره جان؟ بله استپ با استپ میره. این قسمت یعنی شما میبینین که پوست گیر شده است. این زایاتی است از گندم که بسیار به شکل مالداری، به اصطلاح به زراعت و مالداری، به مرغ، به مالداری بسیار خوب فایده داره. این خودش خود گندم است که شما میبینین و ما همراه بعضی از فارم ها همراهشان در ارتباط هستیم. وقتی که زیاد میشه جمع میشه، جمع آوری میشه، برشان ما ارسال میکنیم که بر مالداری بسیار خوب شیر میته و موضوعات مکمل مالداری استفاده میشه. بسیار خوب یک چیز هست. گندم است که میبینین شما که دو نصف شده، به اصطلاح ضایع شده گندم طبیعی. اینجا دیگه فقط هم توتا و پارچش بله. میگیره بله. همی درستایش خواه این طول میشه یا نه میتونیم بگیریم؟ میتونه. اینجا همو پروسس که داره همو تا امروی خود بالا میکنه. اینجا دیگه فقط گندم همو حالت چی را داره؟ اگر باز این را می این درست گندم هست دیگه. این گندم درست است که زایات جدا شده، امرویش پاک شده و صفا شده. وقتی که چیزایش گرفت و تایش گرفت درست. بله. درستش در اینا انتقال میده؟ بله در قسمت تم تمش. اینجا دیگه مواد هم شاید امرایش یک جای شوه. او من کدام مواد کیمیایی ندارم برای خود، فقط شیرینی عسل است دیگه. بسیار ضعیف کم بگویم خود عسل باز بسیار غلیظ میباشه. امرای از اون ما بعضی مایعات آب است.
که اضافه میشه دیگه هیچ چیزی نیست آب تصفیه شده شوه دیگه بله بله خود همین گندم جذب شوه به اون خاطر ما آب همراه عسل میکس میکنیم آب همراه عسل میکس میکنن و به این گندم در اینی ماشینی که میبینیم خوب جذبش میکنن میگیرش که شیرین گندمک میشه دیگه بله بله شیرین میشه دیگه کدام ترکیب کیمیایی ندارم رو خود بسیار ساده بسیار آسان بسیار کیمیایی فرمول ساده است که کدام شرکت های دیگه هست ما میبینیم که بعد فرمول های کیمیایی دارن اما از ما ساده است فقط بس خلاص بعد از اینکه عسل و آب امراش گد شد تو را گرفت باز بخیر میره به قسمت خوشکن میره بیاییم که خوشکن چی هست حالا این حالا سوال هست دیگه ما و رشاد که جا داخل شدیم دیگه حالا نفهمیم که کدام وسیله چی کارا میکنن دیگه خب بعد بفهمیم نه برای شما بگویم این خوشکن که هست وقتی گندم ما طعم میخوره شیرین میشه بیرون میشه از دراجه یعنی از جایی که طعم میخوره بیرون میشه و در قسمت خوشکن جنس عموما نرم میباشه تر میباشه مرطوب میباشه مرطوب میباشه این ماشینی هست که نم از او را میگیره وقتی که میایه تقریبا یکی با دیگه میچسبه وقتی او عسل میخوره میچسبه باز دوباره پس اینجا شاید همون خشک میشه یا یک رقم هوا را برش میتین دیگه هوای خشک است هوای گرمی است که رطوبت جذب میکنه رطوبت از یکی یکش از دیگه جدا کنه بله بله یکی از دیگه جدا کنه من برای شما مثلا حالا یک نشان میتونم یک کمش ببینین که نم داره خیر اگه این حال باشه که ما و خودت صحبت ها را میکنیم دوستا تصویر ها را در جریان گپای ما تو میبینن درست است مشکل نیست اینجا کدام چیز دیگه نیست این ماشین است که گرم است میگین براتون واز میکنیم یک دفعه ببینین باش که هر جای قلف کلی داره بسیار حرارت گرم است اینجا گندم از منزل بالا میای پایین قسمت آخر میشه میای تا به این قسمت جدا میشه دانه به دانه میشه پاشان میشه نسوزین نه یک ذره این هم یال آماده خوردن است بله بح بح گرم است یک تکه سال بود خب رفی جان که ما هست این حالا باز از این ماشین خوشکن کجا میره؟ از ماشین خوشکن جنس طبیعتا وقتی از ماشین گرم بیرون میشه گرم میباشه گندم میشه اگر ببینین گرم از جنس بعد به قسمت به اصطلاح آم ما شما سرکن میگه میره سرکن میگه که میشه گرم از جنس درست است جنس گرم از دی قسمت که میره سرد میشه دی قسمت سرد میشه سرد است خودش طبیعتا سرد است این میلام که هست آهن اما یک خصوصیت خود داره که سرد میکنه جنس این حال اینجا که سرد شد بیاییم از این را ببینیمش که باز میره بخیر و فکر میکنم همین استپ آخر باشه یا نه یکی دیگه هم مانده استپی هست که میره بالا میره سر بسته بندی میره اینجا که سردش کرد بله. این طرف هست تا چای نفجان اینجا که سرد شد دیگه باز اینجا میبرایه میره بخیر به طرف بله بله به طرف چی بگیم؟ سرد میشه جنس آماده میشه به پکینگ پکینگ آماده میشه میره راست به طرف بسته بندی ها میره اون بالا چی رقم بریم؟ بالا رادار رادار یا کدام دم و دوا داره که یک دفعه ای همونجا نه چی هست تک مشکل نداره رادار که بریم چی میگن جادوگری میگن نه جادوگری که از جخه همون سپایدرمن بود چی بود سپایدرمن خب میتونیم که بریم بالا میتونم خب باش که رفی جان ما را میبره بالا زینه خالی است که بس خلاص بده خب حالا باش از جگه من بالا شده بتانم خب خیر ما یکم میتونم به رفی جان ما بالا میشم
خب بالا شدن چقدر سخت بوده؟ بیا رفی جان. خب امیری سر بالا شدن چقدر سخت است؟ با خاطر از این سخت کردی میره که هر کس نتونه بالا شوه. من اینمی علیمی چه سوال میکردم که چرا یک زینه جداگانه نساخته؟ با خاطر از اینکه هر کس نتونه بالا شوه، فقط یک نفر مخصوص ازی است که باید بالا باشه، متوجه گندم باشه، متوجه پیکینگ باشه که گندم مشکل پیش نکنه. همین جای های مهم رو رفتنش هم سخت است نه؟ خب از او قسمت که گندم سرد میشد میامد به بالا بلده. که باز از اینجا دیگه در چند جای دیگه تقسیم میشه. اول میای به اونجا بلده. اونجا هم دیگه میشه بگوی منبع است ها؟ بله اونجا منبع است که جمع آوری میشه گندم، به سیلوها انتقال پیدا میکنه. به سیلوها، اینی سیلوها است دیگه. بله نه سیلوها هستن. که از اینجا دیگه باشه بالای سر یکیش بریم که اگر ببینیم همون جریانه که بره به طرف پایین پروسس شوه که ما بتانیم تصویر شه داشته باشیم. این از اینجا است نه؟ خب اگر او امکان داره که رشاد جان تصویر شه برای ما نشان بده، اگر نه که امکان نداشت باز در جریان گپای ما میشه تصویر شه ببینیم. اینجا دیگه رفی جانم جایی است که میره با پایین دیگه ها با گندم اینی میرقم آماده شده دیگه. بله جانات امیر صاحب اینجا دیگه پروسس آخری است که گندم پاکت میشه. پیکینگ میشه پاکتش خود پایین است. اینجا فقط از یعنی داخل از این چیک. بله از سیلو میره، از سیلو میره شکل حجم به شکل گیلاسی میگن که اما حجم اندازش معلوم است. داخل ماشین میره که از اونجا به پایین پیکینگ میشه. اینجا به هر پیمانه و اندازش پیمانه میشه و بعد پایین طرف ماشین میره. دقیق دقیق این سیلوها را دیگه تصویرهایشان شما میبینین چقدر کلان کلان آمه است. بله خوب چه خوب بازرنگ هم کشیده. بله یک زرگک بگیریم خیر است. بگیریم این بیخی آماده است. اولا سیر کردم. نوش جانتان آماده آماده شده. بح بح. یک رنگ شفاف هم کشیده با خود، یک رنگ روشن. تو باش بلا کمی امیر شاد بسیار چیکت یک رقم. اینال رشاد براتان در تصویر میگه که این مزهش چی رقم بود؟ مزهش صحیح بود یا نه؟ میگه بسیار بالا. بسیار خوب. نوش جانتان. بخیر باشین. رفی جان فکر میکنم دیگه اینجا گپ تمام است. اینجا دیگه سیلوها را تصویرهایشان هم دیدم در جریان گپا. بله. و از جای که سیلو میره به طرف پایین. بله. بیا خیمه خودت بریم پایین دیگه. بریم مشکل نیست. اینجا دیگه گپ نیست. نگم اینجا چقدر خوب جای یک جور کرده نه برای سیلوها. بله بله دیگه فقط برای یک نفر مخصوصش هست که متوجه از اینا باشه، جنس کمبود میکند، بالای سرش باشه، کدام مشکل تکنیکی پیش میشه از اینجا میتونن کنترل داشته باشن که مشکل تکنیکی پیش نشه بر بسته بندی ها. راستی من یک ذره زمین شیرینیش از اون عسل است یا بوره موره من مفته؟ خب طبعا عسل هم که از شیرینی خود کم داره. یعنی تن عسل است؟ شیرینی خود کم داره. نه خیر بوره هم امروی خود گرد داره. خب من تو میذاره یک شیرینی یک داره نه؟ بله چون طبیعتا عسل هر چقدر که بازم باشه بازم یک شاید به دوستان معلوم باشه عسل بازم یک طبیعت خود داره که شیرینی خودش کم می باشه. ولی نامش بسیار بخیر باشی رفی جان. است که ما یک چند تصویر ببینیم که ما تا پایان بریم.
بالاخره دیگه ما و رفی جان رسیدیم در جایی که بسته‌بندی میشه، باز بعد از کارتن میشه، باز اسکاشپ میشه سرش، اون جگه برده میشه و باز کمی دیگه اون طرفتر برده میشه، در موتر انداخته میشه، باز میرسه در سوپرمارکت های پیش خانه ما و شما. اون هر روز خود میفهمین دیگه که مره در رپه، مره بیس رپه، مره سی رپه، این همی جنجال هم رفی جانشان با ما خلق کده. نه خدا نکنه دیگه، فعلا بازار قسم شده که بدبختانه بگویم که مردم، اقتصاد مردم ما و شما قدر به سطح بالای هم نیست که ما تقاضای بیشتری داشته باشیم از بازار و از مردم. خب چیزی که امو جیب ما و شما هست، امو پنج روپه و ده افغانی هست، پنج افغانی و ده افغانی هست که در جیب ما و شما هست که برم طفلک خود میدیم که حداقل امو دل ما راحت باشه، دل ما جمع باشه که یک چیز صحیح بخرن. بشک بشک. کمک طرفتر بریم، ما یک شوخی کردم، البته کسایی که گزارش ما را میبینن نگوین که گفت رفی جانشان با ما جنجال خلق میکنه، او را شوخی کردم. خب بدون شک دیگه، حالا ما وقت فامیل دار شیم او توان در با 20 روپر خود داریم دیگه، کل ما رو شما همه ترستی؟ بله همه ترستی. امی اطفال برشان چیز خریده شوه که از لحاظ صحی بودنش، از لحاظ فوایدش، مثلا بعض چوشکی ها و چیزایی که مثلا از خارج میاد. بله. من مثلا هدفم اینی چیزاست که نباید استفاده کنم، چیزایی که مثلا آل طبیعی است. سعی کنین این شیرین گندمک اصلی، گندم داره، اصل داره، کل چیزش از وطن خود ما هست، صحی است، هیچ کدام مشکل نداره. هدف من تو یک چیزی بود منتفعتان باشه که مرا باز محکوم نکنین که بگین رفی جانشان جنجال جور کرده با ما. بله امیری صاحب، یک موضوع بسیار مهمی است که اکثر همین طفلای ما و شما همون چیزی که دوست دارن، شیرین دوست دارن، ترش و تند بسیار کم دوست دارن. همون طفلای ما و شما زیاد شیرینی را دوست دارن، اما پیسه خود که مصرف کنن سر یک چیز صحیح، صحی باشه، مفید باشه، ویتامین داشته باشه که از او بتونن به طریقی درست استفاده کنن. حالا شما اگر طفلک شما هست پنج افغانی تقاضا میکنه یا ده افغانی تقاضا میکنه، میره یک چیز شیرین به خود میخره، چیز صحیح باشه، چیز درست باشه که از او استفاده کرده بتونه. جنسایی از داخل بازار که میبینیم ما شاهد هستیم که شامل نرم استاندارد نیستن، تحت کنترل نیستن، داخل بازار سیاه فروخته میشن دیگه. از او خاطر مشکل از خود ما، تولید وطنی عشقی است، وطنی است. بله، از خود ما است، از این جیب ما، در این جیب ما، موضوع داخل ما و شما که باشه فعلا دیگه، از این جیب ما و شما به دیگه جیب اردش یک جیب است. دقیق اردش یک جیب است. اینجا دیگه شما میبینین همی کسایی که بسته‌بندی میکنن، راستی یک چند تا گپ دیگر که باید پرسان کنم از رفی جانی است که چقدر هزینه برداشته این فابریکا؟ هزینه فابریکا یا شرکت تولیدی صنعتی دیگه؟ درست است، اشتباه نگفت. نه درست گفتین. هزینه فابریکه ما یا شرکت صنعتی ما حدود $1,000,000 هزینه برداشته که ما تنها در بخش کنستراکشن و در بعضی از موارد دیگه ما کار کردیم، ماشینری خریدیم، مصرف کردیم حدود $1,000,000 مکمل همی انگار و همی جایی که هست. بله فقط هزینه هنگر ما همراه ماشینری ما $1,000,000. چقدر نفر ایجا مصرف کار است کد شما؟ قبلا ما 35 تا 40 نفر کارمند داشتیم، اما بدبختانه نظر به اوضاع فعلی کارمندای ما به 20 نفر رسیده. کارمندای ما به 20 نفر رسیده که بر ما بسیار جای تاسف است. کار ضعیف شده، بازار ضعیف شده، تقاضا ضعیف شده، نانخور ما کم شده. به اصطلاح نانخوری که از کلانشان در اینجا کار میکرد با فامیل خود نان میبرد، اما هر چقدر ماشی که بود پرده و گزاره زوم میشد، اما بدبختانه بنابر شرایط فعلی کارمندای ما 20 نفر رسیده. یکان وقت در دلت یکان چیز می باشه، می خواهی کمو را بگویی، اما یکان موانع بگویی، یکان چیزای دیگه که باز یادت نه، باز میگی نه، شرایط جاب نمی کنه که یکان وقت یکان گپا را آدم بگویه. اما تو رسیم؟ بله. بیایم کسی گپا تیر شه. خوب است، با فایده اردی ماست. فقط اما قدر که وطن ما آباد باشه، دولتمندای ما بتونه از تجارا حمایت کنه. ما نمیخوایم که بر ما
پیشتر خودت امیر صاحب یاد کردی که بر ما بلدنگ ها بتا. ما نمیخوایم بلدنگ ها. ما برق درست میخوایم. تکس ما مشکل نداره، ما در خدمت هستیم. تکس خود هر چقدر که قانون باشه ما میپردازیم، اما حمایت شویم، بر ما دل داده شود که ما دل کنیم، سرمایه گذاری کنیم، کار کنیم. ما پلان های زیاده داریم در فابریکا، اما بنابر وضعیت فعلی ما مجبور هستیم اما تو آرام بشینیم ببینیم که چی میشه و در آینده ما چی خواهد کنیم. دقیق. خب به هر صورتش از یک طرف جگرخون شدم، از یک طرف خندیدم، گفتم از یکان گپا تیر شدیم. به هر صورتش امیدوار است وضعیت خوبتر شوه و در پالی ازی که فعلا هم 20 نفرم اینجا کار میکنه با رفی جان شانده ای فابریکا، ای هم جای خوشبختی است. خیر هر و به هر حالت شکرگزار باشیم. 20 فامیل که از این فابریکا نان بخور امیده کجاست. بسیار تشکر رفی جان. خواهش میکنم امیر صاحب. بخیر باشین. کدام گفتنی و پیام اگر باشه کامرام در خدمتت است بگو. انشالله کدام چیز از پیش من همانده باشه که پرسان نکرده باشه. نه دیگه انشالله چیز نمانده که پرسان نکرده باشه. امیر صاحب همه سوال هایی که بود نزد شما و جواب هایی بود نزد ما که بر شما پاسخ داده تانستیم. دیگه انشالله که دوستای ما، هموطنای ما خوششان بتانن از این جنس وطنی استفاده کنن. البته مارکتینگ ما نمی کنیم که بگویم که والا به خاطر که چینل تلویزیون است ما مارکتینگ کنیم. تولید وطن خود ما، تولید وطن خود ما، همه تولیدات وطنی خود ما را استفاده کنیم. از لالی پاپ و نمیدانم سیمیانک و چیزایی که خارجی هستن در خارج از کشور تولید میشن دیده نمیشه که آیا تحت استاندارد و نرم های بین المللی تا استاندارد هست یا نه. از اونا بپرهیزن، جنس وطنی خود استفاده کنند. نه تنها شرکت ما، همه فابریکات هم میگم جنس هایی که مربوط خود کشور ما شما میشه که تا کشور ما شما رونق پیدا کنند. دیگه صلح سرتاسری در کشور آرزومند هستم. تشکر از اینکه شما هم آمدین، زحمت دادین، با زحمت شدین آمدین، دیگه امروز پیش شما هستین. بسیار خرسند هستیم ما که قربانت. فقط یک چیزی یادم رفته، روزانه چقدر ظرفیت تولید، یعنی چقدر ظرفیت داره که در یک روز چقدر تولید کنه؟ ما قبلا تولید حجمی داشتیم، یعنی تولید بزرگ را داشتیم. روزانه در دو شفت ما حدود 2500 کارتن الی 3000 کارتن تولید داشتیم، ولی آل نظر به شرایط تولید ما کم شده. در روز 1800 2600 کارتن هم تولید کردیم ما. ماشای کارمندا خوب است فعلا؟ هم از 20 نفر که مانده ماشای کارمندا بله خوب است. کمترین ماش ما از 6000 افغانی شروع میشه و تا به 12000 که مدیر داخل بخش کنترل است تا به 12000 ماششان است. دیگه شکر خدا رضایتمند هستن از ماش خود و همه مردم های دور پیش ما هستن که هزینه را برشان نمیشه. موتر سروایس است که خودش فابریکه همکاری کردن، میرن صبح به اصطلاح اونا را دلیوری میکنن، میارن سر فابریکه و تایمی که کار آف میشه، رخصتی میشه، پس موتر میبرشان دان خانه پایینشان میکنن. بسیار خوب، بسیار عالی. در کار بارتان برکت، با امید بهتر شدن وضعیت شرکت های تولیدی در کشورمون. دیگه امید داریم باز هم هزار بار ما شکرمند هستیم، شکرگزار هستیم و امید هم داریم که بخیر کشور ما آباد میشه، پیشرفت میکنه. دیگه خوش باشین. با امید فریمانی و پیسه داری دمی آخر بگو. پیسه خوب فعلا نیست، پیسه نه پیش تجار است. امی امیدش هم تو داشته باشه. امیدش خود دارم خمون تا امی که کار جریان داشته باشه، روزگار مردم جریان داشته باشه، 4-20 فامیلی که اینجا کار میکنه امو زندگیشون در جریان باشه، داخل بازار که سوپرمارکت از جنس ما استفاده میکنه برای جو فایده باشه که بتونه حداقل روزگار خود تیر کنه. فایزت باشه، سلامت باشه امیری صاحب. خوش شده. وقت خوب، خوش داشتم. همچنان موفق باشین، خرسند باشین، آباد باشین. بخیر باشین. با یکی از شرکت های تولیدی صنعتی آمده بودیم. چقدر جالب است، نه؟ چقدر خوشحال میشیم، جای افتخار است. با 1001 گپی که در وطن ما افغانستان هست فعلا جریان داره، ما و شما در همه تو یک وضعیت هم یک قسم یک شرکت تولیدی داریم
که سرمایه گذاری میکنن، هنگر جور میکنن، ماشینریش خریداری میکنن، وسایل میرن، کارمند میگیرن و کار میکنن، هم برای خود، هم برای وطن خود، هم برای مردم خود، برای کسایی که در چارده بغل از یا مصروف کار هستن. با امید بهتر شدن وضعیت صنعت در کشور عزیز ما، با امید بهتر شدن همین شرکت های تولیدی، کارا بیشتر شد و وضعیت هم در کشور ما خوب شد. تشکر از این که همیشه بیننده گزارش های ما هستیم در چینل یوتیوب آریانا تلویژن. ما را تعقیب بکنین، لایک کنین، سابسکرایب بکنین. من همیشه منتظر نظریات شما هستم و نظریات دارم از این به بعد پاسخ میتم و هر آن گپی که باشه در برنامه براتون عملی پیادش میسازم و جایی را که شما دوست دارین از اونجا براتون گزارش آماده میسازم. تا گزارش های بعدی، خداوند یار و نگهدار همه ما شما.